تو دنیایی که امروز داریم زندگی میکنیم به لطف پیشرفت تکنولوژی کامپیوترها وظیفه کنترل کردن خیلی از دستگاه و ماشینها رو بر عهده گرفتن. شاید تا قبل از دیدن این ویدیو حتی به ذهنتون هم خطور نمیکرد که یک باگ نرم افزاری قابلیت اینو داشته باشه که جون آدم ها رو بگیره. یکی از کشنده ترین باگ های نرم افزاری طول تاریخ مربوط میشه به دستگاه سرکت 25 که باعث میشد که بیمارانی که برای درمان میرفتن زیر این دستگاه با آوردوز پرتو درمانی مواجه بشن، که این قضیه یا باعث قطع عضو بیماران میشد یا باعث این میشد که بیماران جونشون رو از دست بدن. تو این سری مستندی که براتون آماده کردم که این قسمت اولشه، میخوایم بپردازیم به مشکلات مهندسی طول تاریخ که یا باعث هزینه گزافی شدن یا باعث این شدن که آدما جونشون رو از دست بده. خب بچه ها، برای ساخت این ویدیو زحمت خیلی زیادی گرفته شده و بزرگترین کمکی که من میتونیم بکنیم اینه که بعد از اینکه ویدیو رو کامل دیدین، نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسین در رابطه با نقص های ویدیو و در رابطه با موارد مثبت این ویدیو. این قضیه خیلی من کمک میکنه که توی این دستبندی که من شروع کردم تولید محتوا، یعنی مستندهای حوزه تک، بتونم محتوای با کیفیت تری برای شما تولید بکنم که شما مخاطب من از محتوایی که دارم براتون تولید میکنم خوشتون بیاد و باهاش سرگرم بشین و کیفیت محتوای من ارتقا پیدا بکنه. در نتیجه برای اینکه من بتونم آنالیز بکنم که محتوایی که تولید کردم رو مخاطبم دوست داشته یا نه، نیازه که واقعا شما کامنت بذارین و با لایک کردنتون باعث نشر این اثر بشین، که این قضیه خیلی کمک و حمایت بزرگی از من یوتیوبر برای اینکه بتونم ویدیوهامو ارتقا بدم. دمتون گرم که حمایت میکنین مثل همیشه. به کلاتون، بریم سراغ مستند. قسمت اول، دستگاه پرتو درمانی سرکت 25، یکی از بزرگترین باگ‌های نرم افزاری کشنده دنیا. در 3 جوان 1985 خانومی به خاطر درمان سرطان سینه به بیمارستان مراجعه کرد. برای او 200 دوز راد در قالب یک پرتو الکترونیکی 10 مگاوولت تجویز شده بود. این خانم بعد از اینکه میفرستنش زیر دستگاه برای درمان، گرمای شدید رو احساس میکنه. دقیق مشخص نیست، اما تخمین زده شده که ایشون بین 10,000 تا 2,000 راد سوخته. اگه براتون سواله که راد چیه؟ راد واحد مورد استفاده برای اندازه‌گیری میزان تابش جذب شده توسط یک جسم یا شخص. در نهایت بیمار زنده بود، اما به خاطر تشعشعاتی که دریافت کرده بود، سینه سمت چپ خودش رو از دست میده. یعنی به عبارتی رفته بود که دردش رو درمان بکنه، اما یه دردم به درداش اضافه شد. خب برگردیم به دستگاه سرکت 25. سرکت 25 یک دستگاه پرتو درمانی تحت کنترل کامپیوتر بود، که البته اینجا منظور میکرو کامپیوتر هاست، که توسط شرکت انرژی اتمی کانادا AECL در سال 1982 تولید شد. این دستگاه جشی بزرگ نسبت به ماشین‌های قدیمی‌تر که نیاز به تنظیمات دستی داشتن بود. اما یه باگ نرم‌افزاری داشت که باعث می‌شد این دستگاه پرتو درمانی تبدیل به دستگاه مرگ بشه. این اشکال نرم‌افزاری باعث میشد بیماران بیش از حد تابش اشعه دریافت کنند. دقیقا مثل همون خانم که به جای 200 دوز نزدیک به 10,000 دوز دریافت کرد، که این باگ در نهایت منجر به مرگ حداقل 6 نفر شد. کامپیوترهای اون زمان به اندازه الان پیشرفته نبودن و علاوه بر اون خود مهندسین هم به دلیل اینکه با چالش‌های مختلف روبرو نشده بودن، تجربه الان رو نداشتن و بخاطر همین موضوع نمیتونستن دستگاهی رو طراحی بکنن که بتونه برای شرایط‌های مختلف خودش رو بین‌سازی بکنه و مشکلی مواجه نشه. باگ این ماشین از دو جهت بود: یکی خود اشتباهات محاسباتی کامپیوتری که این دستگاه به همراه داشت، یکی هم عدم وجود سیستم‌ها و سخت‌افزارهای آزمایش و اعتبارسنجی مثل اینترلاکس‌ها یا به اصطلاح هاردویر اینترلاکس. آره، اینترلاکس ها چیان و کارشون چیه، وظیفه‌شون چیه؟ یه ویژگی که حالت دو مکانیزم یا عملکرد رو به هم دیگه وابسته می‌کنه، که ممکن از هر وسیله یا سیستم الکترونیکی یا مکانیکی تشکیل شده باشه. یه مثال ساده‌ش رو بخوام براتون بزنم، میشه زمانی که درب آسانسور اگر باز باشه، آسانسور حرکت نمی‌کنه. دقیقاً دستگاه‌هایی که اون زمان طراحی می‌شد، نمونه‌اش همین سرکت 25، همچین سیستم‌های امنیتی رو نداشتن. در واقع اینترلاکس ها ویژگیه که به ماشین ها یا دستگاه داده میشه که از صحت عملکرد اون دستگاه اطمینان حاصل بشه. اتفاق مهمی که بعد از این حادثه افتاد این بودش که برای همچین دستگاهی که با سلامتی و جون انسان ارتباط مستقیم داشتن، سیستم های آزمایش و اعتبارسنجی دقیق طراحی شد که از عملکرد دستگاه و امنیت دستگاه مطمئن بشن. یعنی اقداماتی برای دستگاه انجام بدن که مثل اون خانومه نشه که رفته بود به سلامتی دست پیدا بکنه، بیشتر براش مشکل به وجود اومد. یکی از دلایلی که باعث نقص این دستگاه میشد، عدم وجود تکنولوژی مورد نیاز برای تست گرفتن از دستگاه بود. به خاطر همینه که این هم تو مهندسی تاکید میشه که تست گرفتن رو هیچ وقت فراموش نکنید و اهمیت تست و بررسی در حوزه‌های مختلف مهندسی کمتر از خود پروسه ساخت و طراحی یک سیستم نیست.
اما امروز به لطف پیشرفت تکنولوژی اینترلاکس های مختلفی برای دستگاه رادیولوژی طراحی شده. وقتی از امنیت و سلامت کارکرد یک دستگاه حرف میزنیم باید بُعدهای مختلفی رو در نظر بگیریم. یعنی مثلا وقتی داریم برای دستگاه رادیولوژی صحبت میکنیم منظورمون فقط این نیست که بیمار تو سلامت کامل باشه وقتی که داره از دستگاه استفاده میکنه، حتی جزئی‌ترین بخش ها مثل سلامت خود پرسنل یا حتی سلامت دستگاه هم باید حفظ بشه. و به خاطر همینه که امروز اینترلاک های مختلفی داریم، از جزئی‌ترینش که سیستم های دور اینترلاکس گرفته که به خاطر امنیت پرسنل بیمارستانه و روی درب اتاقی که ماشین رادیولوژی توش قرار گرفته نصب میشه و جلوگیری میکنه از ورود اشخاص به اتاق زمانی که دستگاه داره کار میکنه، که حتی اینترلاکس هایی که جلوگیری میکنه از آسیب رسیدن به خود دستگاه. یعنی امروز تو سیستم مهندسی وقتی که میخوان یه ماشینی رو طراحی بکنن از سیر تا پیازه اتفاقاتی که امکان داره وقوع پیدا بکنن رو پیدا میکنن و برای هر کدوم یه راه حل طراحی میکنن. حالا میخواد نرم افزار باشه، سخت افزار باشه یا حتی اصلا یک سازه مهندسی. درسی که خودم به شخصه به عنوان مهندس نرم افزار از این حادثه گرفتم این بود که وقتی داری یه سیستمی رو طراحی می‌کنی، مدل فکر کردنت باید طوری باشه که حتی ریزترین جزئیات یک سیستم مثل اون دور اینترلاکس ها رو هم در نظر بگیری. که البته نیازه که بعضی وقتا مهندس‌ها برای اینکه متوجه اشتباهشون بشن، همچین حوادثی مثل سرکت 25 رخ بده تا مهندسین درس عبرتی بگیرن که برای کم کردن نواقص یک سیستم چه اقداماتی نیازه که انجام بشه.